پس از پایان سفر امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به افغانستان اکنون امارات متحده عرب جاپان و فرانسه خواهان برگزاری یک نشست درباره افغانستان شدند این نشست به روز جمعه با حضور امین محمد در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد در این نشست درباره سفر امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که به افغانستان داشت ارزیابی وی از اوضای افغانستان و پیام هایی که به مقام های حکومت سرپرست انتقال داده نیز گفتگو خواهیم کرد اما امارت اسلامی از برگزار کنندگان این گونه نشست ها می خواهد تا راه همکاری را با حکومت سرپرست در پیش بگیرند در نشست بین‌المللی هم ما خواهان ازی هستم که با مردم افغانستان و امارات اسلامی روحیه همکاری به وجود بیا چون همکاری و تفاهم میتونه ما را با یک نتیجه مثبت برسانه و اعمال های فشار و بعضی از سوی زنها اگر به میان میه طبعا که راه حل نیست و اثرگزارم نخواهد بود تو اکنون نزدیک به ده نشست منطقی و جهانی درباره اوضاع و رسیدگی به وضعیت کشور از سوی کشورها و سازمانهای جهانی برگزار شده است اما پرسش اینجاست که چرا تا اکنون این نشستها چالشهای بنیادی کشور را حل نساختند؟ چون امارات اسلامی در مجلس نیست و اونا هر فیصلی که کنن رو قابل قبول بر امارت اسلامی نیست اگر نماینده از اینا باشه باز وقت امکان داره که از ده پنج تاش یا شش تطبیق شد و باشه و ضرور هم نیست که تمام فرمایشات از اونها باید از پذیرفته شد جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نمیتوانند نسبت به شرایط دردناک حاکم بر افغانستان به تفاوت باشند اما عدم موثریت و عدم موفقیت این نشست ها بدون تردید به خاطر عدم این اتاف پذیری طالبان است پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه از جمهور روسیه گفته بود که انتظار می رود تا ماه آینده نشست های با حضور کشورهای منطقه در باری افغانستان برگزار شود که کمک به مردم افغانستان بخشی از برنامه های محوری نشست ها خواهند بود.